مسئولین در انتقام سخت، در اولین گام اینه که زنگ بزنم به فرزندان گرامیشون بگم پسر من، دختر من، پاشو بیا اول ایران. آخه اونایی هم که بچه هاشون ایران هم باید زنگ بزنن بگن سر جدت پانشو برو، میخوای بری هم بذار بعد انتخابات. پسر در جستجوی اقامت در کانادا، تازه ترین رسوایی خانواده سردار سطیب پاسدار، محمد باقر قالیباف. بله اینا دیگه به سیسمونی مید این ترکیه راضی نیستن، این دفعه میخوان خود نوه نتیجه رو مید این کانادا بار بیارن. قالیباف لیست اموال خود و خانوادهش را به قوه قضاییه و رسانه ها داد، لیستی که بر اساس آن ادعا میکرد تنها 18 میلیون تومان در حسابش دارد. یه خری هم نبود همون موقع بگه خب مرد ناحسابی، تو که وضع اقتصادی خودت و زن و بچه‌ت رو نتونستی سر و سامون بری، چجوری میخوای وضع اقتصادی 80 میلیون آدم دیگر رو درست کنی؟ اما نکته جالب لیست اموال تنها فرزند تحت تکفلش بود، اسحاق، که به گفته قالیباف یک موتورسیکلت دارد و یک پاترول مدل 71 و تنها 1 میلیون تومان در حسابش. آخه با این وضعیت مالی نهایتاً بشه سوار موتور شد، 2 کیلو جوجه خرید و بعدم با پاترول رفت 2 روز شمال و برگشت. این چجوری عزم کانادا کرده من نمیدونم والا. ثبت درخواست این ویزای کانادا بدون در نظر گرفتن پول وکیل حدود 1400 دلار کانادا هزینه دارد، معادل 59 میلیون تومان. پسر والی با موتور اومد اینجا، تب من باش حرف زدم الان اومدم اینجا. این میگه که من باید پول کلوم میدادم که بتونم دانشجوی بین‌المللی باشم، برای اینکه این کارو نکنم رفتم یک درخواستی دادم و گفتم من مهارت دارم. خب مهارت داشته دیگه که تونسته با 1 میلیون تومان مانده حساب 60 میلیون پول درخواست ویزا بده. مهارت آقازادگی کم مهارتی نیست. اسحاق دوبار در سالهای 2013 و 2018 برای ویزای تحصیلی در کانادا اقدام کرد، اما هر دوبار درخواستش رد شد. کسی که در دوره کارشناسی در دانشگاه آزاد در درسهای ریاضی 1 و 2 نمره زیر 10 گرفته بود. مرد حسابی، تو میخوای بری کانادا چی کار؟ بمون همینجا، بابات که حسرت ریاست جمهوری به دلش موند، ولی تو با این سطح سواد حتما میتونی جای پرپکان 6 کلاسه رو بگیری. شهرداری تهران در اقدامی عجیب، نمایشی با حضور عواملی با شمایل داعش در مترو تهران برپا کرد. نمایش لازم نداره دیگه، مردم صبح تا شب تو کوچه و خیابون و رادیو و تلویزیون و مترو و بی‌آرتی دارن نسخه اصلیتون رو میبینن. این کارا واسه چیه؟ بی خود هزینه الکی نکنید، همون بالا بکشین پولا رو، کمتر زوزش داره به والله.